حدود ده درصد از بیماران دیابتی دیابت نوع یک دارند که ابتلا به اون هیچ ارتباطی با رژیم غذایی و سبک زندگی نداره. هنگامی که دیابت نوع یک داری، بدنت به سلول های تولید کننده ی انسولین در لوزول میده حمله میکنه. بنابراین نمیتونی انسولین تولید کنی. همه ما برای زندگی به انسولین نیاز داریم. انسولین اجازه میده تا گلوکوز موجود در خون وارد سلول ها بشن. و به بدن ما سوخت رسانی کنن. وقتی به دیابت نوع یک مبتلا هستی، بدن تنوز میتونه کربویدرات های موجود در غذا و نوشیدنی رو تجزیه کنه و اونو به گلوکوز تبدیل کنه. اما وقتی که اون گلوکوز وارد جریان خونت میشه، دیگه انسولینی وجود نداره که بتونه اونو وارد سلول های بدنت کنه. پس گلوکوز بیشتر و بیشتری در جریان خونت جمع میشه. علائم اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنیم تازه راجع به دیابت نوع دو هم هفته دیگه یه ویدیو اختصاصی دارم پس سابسکرایب کن همین الان سابسکرایب کردن فقط پنج ثانیه طول کشه. ممنونم ازت از علائم دیابت نوع یک میشه به افزایش تشنگی، تکرر ادرار، مرتوب کردن تخت در کودکانی که قبلا شبا جاشون رو خیس نمی‌کردن، گرسنگی شدید، کاهش وزن ناخواسته، خستگی و ضعف و تاری دید اشاره کرد. تشخیص آزمایش اصلی برای تشخیص دیابت نوع یک آزمایش قند خونه که میزان گلوکوز در گردش خون رو نشون میده سطح قند خون 200 میلی گرم در دسی لیتر دیابت رو نشون میده آزمایش ثانویه گلیکیتد هموگلوبین تست یا آزمایش A1C بسیاری از بیماران دیابتی از من سوال کردند که چرا قبل از اینکه بفهمند به دیابت نوع یک مبتلا شدن شروع به از دست دادن وزن میکنند خب از اونجا که گلوکوز نمیتونه وارد سلول بشه تا به شما انرژی رسانی کنه احساس خستگی زیادی میکنیم. حالا بدن سعی میکنه برای از بین بردن این خستگی انرژی تامین کنه. پس ذخایر چربی رو برای تامین سوخت مورد نیاز تجزیه میکنه. پس شما ذخایر چربی بدنت رو از دست میدی و طبیعتا شروع به وزن کم کردن میکنی. درمان اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن که این بهترین راه برای نشون دادن رضایتت از این ویدیو و همینطور نقد خودت رو اون پایین درج کن تا در بهتر شدن ویدیوها از انتقادت استفاده کنم دیابت نوع یک با جایگزینی انسولین از طریق تزریق مادام العمر انسولین حد اکثر شش بار در روز یا استفاده از پمپ انسولین کنترل میشه و همینطور میبایست سطح گلوکوز خونت رو به طور منظم 6 بار در روز کنترل کنی و طبیعتا داشتن رژیم غذایی سالم خیلی مهمه وقتی شروع به مصرف انسولین میکنی احساس بهتری خواهی داشت که این یعنی سطح گلوکوز خونت داره میاد پایین در نظر داشته باش که میزان زیاد گولوکوز در خون به مدت طولانی میتونه به قلبت، چشمات، پا و کلیت آسیب جدی بزنه. پس مراقب سلامتیت باش. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال این ویدیو به دوست آشنات بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. خودتم اگر خدایی نکرده مریض احوالی، این زیر برام بنویس مشکلتو. یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو بدروت